خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وبالعكس، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. این دعا رو میخونی چی یک بار چه سه بار، و اگه میخواد میتونه سه بار تکرار بکنه. و اینو بگیم که استخاره در امر واجب و یا در امر گناه نیست، همونطور که عرض کردم در امر مباح است. یعنی انسان میخواد بخونه نماز، بخونه نماز یه امر واجبه، دیگه استخاره نمیخواد که آیا من نماز بخونم نخونم، یا فلان کار گناه است، دیگه استخاره نمیخواد، باید دست بکشه. اما اموری که مباح است، جایز و جایز است، رواست، می چیکار میکنه؟ برای اینکه قلبش مطمئن بشه استخاره میکنه. بعد از این دعا چیکار میکنه؟ استشاره میکند. بعد از استخاره استشاره میکنه دو سه نفری که میدونه اهل خبره فلان کار هستند و میتونه یک فکری، یک تجربه بهش منتقل بکنه، باش مشوره میکنه. اگر کارها داره میسر میشه میره جلو کار رو انجام بده، و این خواست خدا بوده در این کار، و ان شاءالله که موفقه. بله متشکرم. آقا اردشیر سلام علیکم و رحمت الله. آقا اردشیر سلام علیکم. سلام علیکم، خسته نباشید. متشکرم، ببخشید معطل موندید، در خدمت شما میگم. یه سوالی داشتم. بفرمایید. ببخشید، آیا خوندن نماز پشت سر امامی که از برادران تشیع باشن درست است یا خیر؟ بله، سوال دیگه ای نداری؟ سوال دیگه، آیا خواندن نماز تسبیح حدیث صحیح هست که خواندنش درست باشه یا نه؟ پاسو داره خدا. بله. این فکر کنم ششمین بار این سوال دارد میپرسی نمیشه. بازم پاسو خواهد داد. خواهش میکنم. در خدمتتون. خیلی ممنون. خواهش میکنم. دستیار. آقا احمد از بندرعباس اگه اشتباه نکنم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. علیکم سلام. بفرمایید. خسته نباشید. متشکرم. سوال داشتم خدمتتون. در خدمتتون هستم، بفرمایید. کسی که میخواد امام بشه باید چه نیتی بکنه؟ امام منظورتون امام جماعت هست؟ بله بله. کسی که میخواد امام بشه باید شرایط امام بودن، آره؟ نیت، باید چه نیتی بکنه؟ ها، چه نیتی بکنه؟ بله بله. پاسخ خواهند داد. خب بله، یه سوال دیگه بفرمایید. این که جماعتی این با جماعت میان مثلا گشت میزن تو محله. جماعت منظورتون جماعت تبلیغه؟ بله جماعت تبلیغ. بله. سبات در میزن، در حق و نمیزنن، میرن اونجا دعوان میرن، میخواستم بدن این کارشون درسته یا نه. بله. سوال دیگه ندارید قربان؟ نه، ممنون. سلامت باشید، خداحافظ شما. خب چون وقت کم هست، اگه لطف کنن بینندگان سوالاشون رو با ایمیل برای ما ارسال کنن خیلی متشکر میشیم، چون حس میزنم سوالا پاسخ داده نشه، ولی به هر حال ما در خدمت شما هستیم. آخرین سوال آقا نادر از ارومیه، تلاوت قرآن به زبان فارسی بود، ایشون خواستن ببینن که اگر کسی عربی ندونه میتونه که فارسی قرآن بخونه. طبعا این اولاتر اینه که انسان با همون تقلقی که هم میدونه سعی کنه قرآن را بخونه. بله. سعی کنه یاد بگیره. یاد بگیره. بله. چون پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید که کسی که قرآن براش سخته و با دشواری اون را داره میخونه دو اجر داره. چون این به زبانش نازل نشده، زبانش مادریش زبان دیگه هست، حالا میخواد بیاد با این زبان قرآن را بخونه. و این دینشه، هم اجر این مشقت رو داره، هم ثواب خوندنش رو داره، یعنی دو اجر، دو برابر اجر میگیره. و این نوید نیست پس انسان هایی که عرب نیستن و میخوان با قرآن رو بیارن. از این یک جد. مثلا اینه که الفاظ خود قرآن معجزه آساست و تأثیر به سزایی داره. توصیه میشه هر تحت هر شرایطی که شده، شرط نشده ما قرآن رو ختم بکنیم، به همون اندازه که توانمون هست شروع کنیم بخونیم. از قصار صور، آیه های کوتاه قرآنی آخر، جزء امه، جزء تبارک، سوره هایی که برامون روانتره، اونها رو بیشتر بخونیم. چون قرآن برکت هست، قرآن نوره،
قرآن شیطان رو دور میکنه از انسان، از قلب انسان دور میکنه، از زندگی انسان دور میکنه، از محفل و تجارت و خونه انسان شیطان رو دور میکنه. پیامبر میفرماید در خانه و منزلی که سوره بقره و یا سوره آیت الکرسی یا سوره آل عمران تلاوت میشه، در اونجا شیطان سکونت نمیکنه، یعنی میره بیرون، خارج میشه. اینه که توصیه میشه که تحت هر شرایطی انسان قرآن رو بخونه. این یک. حالا اگر به زبان فارسی خواست قرآن رو بخونه، یا ترجمه قرآن رو خواست بخونه، انگیزه بهش بده. ممکنه خیلی ها ترجمه رو بخونن ولی اهداف بدی داشته باشن. اگر مسلمان هست با انگیزه خوب خواندن قرآن، یادگیری احکام قرآن باشه، حتما اجر داره و ثواب داره انشاءالله. خب خانم ماریا از تهران در مورد این وکالت و اینکه در جایی وکالت وکیل باشن و قوانین رو باید ارائه بکنن که با دین خودشون نمیخونه، این شرایطش چی میشه؟ در توضیح خواسته بودن در این مورد. اگر که در حکم، بسم الله، در حکم موکلشون، موکلشون که هم مذهب به همون قانون هستن، اون دستور همخوانی داشته باشه، اشکال نداره، اشکال نداره. به هر حال در جزئیات فقه اسلامی، فقه احوال شخصیه که معروف هست، اختلافهای وجود داره. هم میدونید که آرای مذاهب اسلامی به یکی و دوتا مختصر نمیشه، میشه در حتی بعضی جزئیات فقهی 20 قول آورد از علمای بزرگوار دینی. خب چرا؟ چون مورد قطعی نیست، ادله زیاد و ضد نقیض وجود داره و استنباط‌های مختلفی از قضیه میشه کرد و یک جا میبینید که کسی اون کار را جایز میدونه، کسی دیگه اون کار را کاملا ناجایز میدونه، کسی دیگه تفصیل بهش میده، میگه در این حالت جایز است، در این حالت جایز نیست. و این را وکلا میدونن بیشتر از من، چون تخصصشون در این زمین است. قضیه حضانت، قضیه طلاق، قضیه نمیدونم ازدواج، قضیه معریه الی آخره. اینجاست که من توصیه میکنم که اگر به نظر خودشون اون رأی ثواب هست و خودشون در حرج و گناه و تعصب نمیبینن، احساس گناه نمیکنن، اشکال نداره که بر حساس اون چیکار بکنه، از موکلشون دفاع بکنه یا بخواد بر علیه شاکی چیکار بکنه، شکایت ببره. والله تعالی اعلم. حالا اگر خواهر محترمون که وکیل هستن تو جزئیات خاصی گیر کردن که تو اون قضیه میخواد بهتر بدونه، من توصیه میکنم که اون جزئیاتی که درش اشکال داره را خارج از برنامه تماس بگیرن، حالا یا با شبکه یا با جای دیگه، تا اینکه چیکار کنن، یا با ایمیل میتونن، یا با ایمیل، حالا تا اینکه در اون مورد به خصوص دربارشون به اصطلاح توضیح داده بشه. بله. در مورد صدا زدن مادر با نام کوچیکش همیشون پرسیدن که آیا از حق مادر چیز نیست، توهینی نیست در واقع مادر؟ نیا کنید، صدا زدن مسلمه که مادر گفتن و پدر گفتن یک محبوبیت خاصی دیگری به جایگاه مادر و پدر میده، ولی این بحث برمیگرده به عرف. اگر که ما احساس بکنیم که این اهانتی به مادر نیست، بلکه خیلی مادر خیلی هم خوشحال میشه، اشکالی نداره. اگر بدونیم که مادر با صدا زدنش بدش نمیاد، ناراحت نمیشه، بهش بر نمیخوره، میگیم اینجا با اهداف کلی شرع چی؟ تعارض نداره، اشکالی نداره. چرا اسلام اومده که حق والدین رو اینقدر محترم شمرده که میگه با اسمش اونا رو صدا نزنید؟ چون خواسته که اون جایگاه پدری و مادریش محفوظ مونه. ولی به همون نسبت باید رعایت کرد که به چی چیزی، میگم این کلی تر بحثش بکنیم. بعض وقتها شما میبینید یک انسان در جامعه چند تا اسم داره، ولی از یک اسم بیشتر خوشش میاد. مستحب اینه که شما با اون اسمی که خوشش میاد صداش بزنی، چون خوشحال میشه. و ادخال سرور علی قلب مسلم چیه؟ صدقه است. یعنی یه شخص مسلمان رو خوشحال کردن یه نوع صدقه است. پس بنابراین باید دقت کرد که آیا ما دنبال این هدف هستیم، غایت هستیم؟ اگر که هستیم و تحقق پیدا میکنه، اشکالی نداره. و اگر بدونیم خدای نکرده پدر و مادر هر کدوم از اینا ناراحت میشدن با صدا زدن با اسمشون، این کار رو انجام ندیم و گناه است. بله. آقا ابو عبدالله تاجیکستان در مورد این که آیا استفاده از لفظ خداوند یا لفظ های شبیه این
به جای اسماء و صفات باری تعالی اشکال داره بدعت هست یا خیر؟ والا یقه ما رو گرفتن در اینجا، الان من نمیدونم چه بگم. بله، چون خودمون میگم بله، واقعا این یکی از اشکالات ما فارسی زبان هاست. یعنی در تمام ملل مسلمان دنیا من دقت کردم لفظ جلاله الله و مشابه اون رو به کار میبرن. ما متاسفانه فارسی زبان ها همین اشکال داریم که لفظ جلاله الله را مرادفش میکنیم با خدا یا خداوند و امثال اون. این یکی از اشکالات کار زبان ماست. و حالا بدعت فکر نمی کنم اسمش بتونیم بدم بدعت بذاریم، ولی یک اشکال هست که باید برطرف بشه و این احتیاج به تمرین داره. بله، تغییر در فرهنگ یک ملت هست و به راحتی انجام نمیشه. بله، حالا ولی بدعت نیست قطعا. نه، اسمش نمیشه بدعت گذاشت، چون ما نیا کنید بدعت در مسائل است که ما اسمشو بذاریم در صلب مسائل دینی باشه، صلب مسائل دینی باشد. شما نام نمیذارید برای الله، بگید که خدا اسم، خدا اسم الله است، یکی از اسم الله است، بلکه یک مرادفی را به کار میبرید تا اینکه شنونده هم شما گوینده راحت تلفظش میکنه، هم گوینده چیکار میکنه میفهمد قصد شما را. و این توجیه نیست، فکر کنم توجیه نباشه. یعنی این راحتی و سهولتی در چی است؟ در محاوره است، گفتگوست. و الا حتی فارسی زبان وقتی که با هم بحث میکنن، وقتی گفتن خدا، منظورش یعنی یکی از اسمهای الله نیست، بلکه یک مرادفی به کار میبره که اسم جلال الله و مشابه اون رو چیکار میکنه؟ تصور و تجلی میکنه. بله، الله تعالی اعلم. آقا اردشیر از العین در مورد خواندن نماز پشت سر امام از مذهب تشیع برای اهل سنت جایز هست یا غیر؟ این رو قبلا من مختصر توضیح داده بودم، باز هم تکرار میکنم. نیا کنید، ما اهل سنت و جماعت یک مبنای کلی را اینجا میخوام بررسی بکنم. اینی که ما اهل سنت و جماعت معتقد هستیم بنابر فقه اهل سنت و جماعت خوندن نماز پشت هر انسان پشت سر هر انسان مسلمانی جایزه، پشت سر هر انسان مسلمانی جایز است، بر باشد یا فاجر باشه، یعنی نیکوکار باشه یا بدکار باشه. به می خاطر فقهای ما، علمای ما در طول تاریخ پشت سر ائمه فجار هم نماز خوندن. ما اینجا نمیخوام قیاس کنیم، ما میخوام بگیم که اهل سنت معتقد است که شیعه یکی از مذاهب اسلامی است، یکی از فرقه های اسلامی است و به عنوان مسلمان قبولشون داریم. از نظر فقه شیعه نماز خودشون درسته و هر کس نماز خودش درست باشه پشت سرش نماز خوندن چیه؟ درسته یا نه؟ بله، شما میگید درسته دید. نه، این قاعده است که بله، من صحت صلاته لنفسه تصح امامته لغیره، این قاعده فقهی است. هر کس نمازی واسه خودش درست باشه امامتش واسه دیگری هم درسته. اگر کسی قبول داشته باشه که این نمازش درسته، شما حق داره پشت سرش نماز بخونی، امامتش به دیگری هم درست میشه. پس به مجرد اینکه پاشو نمیشوره و از غسل میکنه، از نظر من وضوش باطل است، به نظر خودش وضوش کامله، از نظر خودش وضوش کامله، میشه نماز خوند. مبحث دیگه مطرح میشه که آره، از نظر عقیدتی اگر اشکال داشت چی؟ ما میگیم اینجا مختصر به شیعه نمیشه، مسئله بدعت ها مطرح میشه و انحرافات فکری و عقیدتی. ما میگیم هر انسانی که بدعتش خاص خودش باشه و دایی به بدعتش نباشه چی میشه؟ میشه پشت سرش نماز خون. ولی اگر که اهل بدعت باشد و به بدعتش دعوت بده ها و غلو در بدعتش باشه، پشت سرش نماز نمیخونیم. حالا میخواد سنی باشه، میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، میخواد شیعه باشه، این قاعده کلی است. اگر کسی اهل بدعت است و در بدعتش داره غلو میکنه، مبالغه گویی میکنه و داره به بدعتش هم دعوت میده، پشت سرش نماز نمیخونیم، چون تشویق به بدعتش میشه. و این قاعده کلی در فقه اهل سنت و جماعت. بله، خواندن نماز تسبیح رو مجددا پرسیده بودن که آیا از نظر من والله تعالی اعلم اونچنان که حدیث علامه، طور که من استهزاء دارم، علامه شیخ ناصرالدین البانی رحمت الله علیه اون حدیث رو تحسین کرده، یعنی گفته که حسن هست و نماز اون روایت عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز تسبیح رو بهشون یاد میدن، پس مستحبه. والله تعالی اعلم. بله،
آقا احمد از بندرعباس وقت هم خیلی کم داریم، کسی که میخواد امام بشه چه نیتی باید بکنه؟ نیت خاصی نداره، نیت امامت میکنه، یعنی